ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی 8 مارس در اسلو شرکت کردند. آزار اذیت جنسی زنان در ماه اخیر غالب‌ترین تصاویر خبیر را تشکیل می‌دهد. چگونه این را در راهپیمایی 8 مارس خواهیم دید؟ ما به پایتخت می‌رویم، جایی که یکی از شعارهای راهپیمایی دستبردار است. شعار اصلی میتو در مقابل سکوت زنان مبارزه می‌کنم است. آنیا استرن در یونسورگه می‌باشد. آیا میتو باعث شده است که تعداد بیشتری به سر کار بیایند؟ بله، من فکر میکنم هنگام که ما اومدیم پلیس به ما گفت که حدود 10,000 نفر آمدند. حالا آنها بیرون هستند و راهپیمایی میکنند و من فکر میکنم که پیش از 10,000 نفر آمده است. جمعیت پر از زنان، مردان، سالمندان، جوانان و به ویژه نوجوانان بود. بسیاری از مردم فکر میکنند که زمان آنها زیر معیارهای انتخابی میتو میروند ممکن است جوانان پیشتری را جذب کنند. من چند تا از آنها رو پیش خود دارم. چرا شما به راهپیمایی می روید؟ ما در سال 2018 هستیم، پس مهم است که همه این زنان حقوق خود را به دست بیاورند. و چرا شما تصمیم گرفتید که به راهپیمایی بروید؟ من برحال آزار و اذیت جنسی هستم. فکر می کنم که این باید متوقف شود. در حال حاضر کسانی که برای پایی آمدن به پشت سر ما رسیدن، پس سرصدا زیاد می شود. زنان تحت پاراگراف مختلفی به اینجا آمدن. در اول هم ماش که ما مشاهده نکردیم مربوط به میتو بود و هادیا تاجیک هم اینجا آمده است. چرا شما تحت پاراگراف میتو رفتید؟ این پاییز به ما نشون داد که مبارزه در برابر آزار و اذیت تمام نشده است. حضور مردم این را امروز نشان می‌دهد. از آنجایی که اینجا از همه پیش را می‌گذرد، ما توقع کوتاه می‌کنیم یک راهپیمایی با شکوه. هادیا تاجیک، شما فکر میکنید که کمپین میتو باعث شده است که بسیار جوانان به سر کار بیایند؟ توجه به کمپین میتو موجب شده است که مردم بیشتر ببینند که چقدر مهم است که در کنار یکدیگر ایستاد شویم و نشان بدهیم که هنوز حتی در نوره هم یک راه طولانی بر بهبودی این جریان مانده است. کسانی که راهپیمایی میکنند پیش از 10,000 نفر هستند و از اینجا به جلو حرکت میکنند.